سلام به شما بینندگان و شنوندگان گرامی پندمی کرونا یا کووید 19 سوال های زیاد را نزد همه خلق کرده یک سوال مهم که زیاد پرسیده میشه است که آیا خانم های حامله و مادران شیرده واکسین کرونا را بگیرن یا نه طوری که میدانید پندمی کرونا در یک سال آخر زندگی تمام انسان را در سراسر جهان دستخوش ناملایمات جدی و بعضا غمنگی ساخته است. در این قرن ده میلیون انسان مصاب کرونا شدن و میلیون ها انسان در ماتم مرگ عزیزانشان نشستند. قرار آخرین نیسای ها تا امروز 4 می 2021 کرونا در سراسر جهان بیشتر از 154 میلیون انسان مصاب ساخته و باعث مرگ بیش از 3 میلیون انسان گریده است و هر روز قربانی بیشتر گرفته میره. البته این تعداد واقعات ثبت شده است و شمار واقعی مساوین و فوت شدگان به مراتب بیشتر از ارقام است. با تأسف که نظر به عوامل مشخص من جمله عدم مراعات احتمامات وقایوی مثل پوشتن ماسک، مراعات فاصله اجتماعی، شستن دست ها، خودداری از اشتراک در محافل و اجتماعات بزرگ، موج جدید کرونا دچان و بخصوص در هند به مراتب بتر سابق صحت و زندگی صدها هزار انسان تهدید میکنه و ایده حال است که تا چند هفته قبل وضعیت تحت کنترل معلوم میشد خوشبختانه جامعه تیبی توانست که بعد از حدود یک سال تلاش شب روزی دانشمندان و محققین موفق به تهیه واکسین ضد کرونا شود که یک دستاورد بزرگ علمی در راه جلوگیری مرض و کنترل مرگومیر ناشی از کرونا محسوب میشه در مورد مرض کووید 19 و واکسین کرونا سوال های زیاده پیش همه موجود است و یک سوال که بیشتر مطرح و پرسیده میشه ایست که آیا توصیه میشه که خانم های عامله و مادران شیرده واکسین کرونا را بگیرن؟ آیا گرفتن واکسین کرونا بر خانم که حمل داره یا مادر که به طفل خود شیر میته مسئول است؟ و آیا گرفتن واکسین برای مادر و طفل ضرر نمیرسونه؟ در پاسخ به این سوال مراکز کنترل و وقایع امراض در امریکا یا CDC Centers for Disease Control and Prevention کالج دکتران ولادی نسایی امریکا یا The American College of Obstetricians and Gynecologists یا ACOG و انجمن طبی برای مادر و جنین یا The Society for Maternal Fetal Medicine گرفتن واکسین کرونا را بر زنان حامله و مادران شیرده توصیه می کند. مسئولین CDC دی سی که مطالعه چند تحقیق نشان می که هیچ نشانه که دلالت بر عدم مسئولیت واکسین کرونا بکنه دیده نشده. مطالعه 35691 زن بین سنین 16 و 54 توسط محققین که واکسین کرونا گرفته بودند بعد از بررسی دقیق هفته گذشته در New انگلند Journal اف مدیسن که یکی از معتبرترین جورنالهای تیبی در جهان و امریکاست به نشر رسید به می اساس هفته گذشته روشل والنسکی، دایرکتر سی سی که مهمترین مرجع علمی در بخش است بعد از مرور مطالعه فوق پیش بیشتر از 35 هزار خانم که واکسین گرفته و حامله شده بودن اظهار کرد که واکسین کرونا نه تنها نزد زنان حامله و مادران شیرده معافیت تولید میکنه بلکه با انتقال انتیبادی از طریق پلاسنتا به جنین و از طریق شیر مادر به طفل شیرخوار جنین و طفل نیز محافظه می کنه. و گرفتن وکسین کرونا برای خانم های عامله و مادران شیرده توصیه میشه. و اضافه کرد که وکسین کرونا مسئول است وکسین کرونا مؤثر است و وکسین کرونا ریسک یا خطر مرض کرونا با سیر بسیار شدید پیش ای خانمها کم می CDC همچنین افراد را در یک رجستری مسئول حاملگی به نام وی سیف ثبت نام میکنه و راپورهای ابتدایی این نشان میده که عوارض جانبی واکسین پیش خانمهای عامله و غیر عامله تفاوت نداشت به اساس نتایج در 275 حمل میزان عوارض پیش زنهای حامله واکسین نشده با خانمهای واکسین شده تفاوت نداشت نتایج سی نشان میده که گرفتن وکسین کرونا برای زنهای حامله بی خطر و مسئول است. وکسین چی است؟ وکسین یک ماده بیولوژیکی است که سبب تولید معافیت کسبی مقابل امراض میکروبی میشه. واکسین ها یا میکروب های کشته شده هستند یا میکروب های زنده ضعیف شده هستند و یا قسمت از پروتین یک میکروب است و درباره واکسین کرونا باید بگویم که واکسین کرونا یک تعداد از واکسین به نام واکسین های mRNA یا مسنجر RNA مثل وکسین فایزر بایونتک و وکسین مدرنا که با استفاده از تکنولوژی جدید ساخته شده و همچنان دیگه واکسین های کرونا از ویروس های کشته شده ساخته شده و این واکسینا ها به هیچ وجه نمیتونن باعث تولید مرض شود. یک شایعه نادرست است که واکسین کرونا باعث مرض میشه یا اینکه که وکسین کرونا باعث اقامت میشه واکسن های ام یا مسنجر RNA به هیچ وجه نمیتونه باعث تولید مرض همچنان به هیچ وجه باعث تخریب دی این ای یا ماده انتقال ارسیت نمیشه زیرا ام ای اصلا داخل هستی وجره جایی که دی این ای در او قرار داره نمیشه همچنان وکسین هایی که از ویروس های کشته شده ساخته شدن هم نمیتونه باعث تولید مرض وکسین های کرونا مثل وکسین فایزر بایانتک وکسین مدرنا وکسین جانسن ان جانسن وکسین آکسفورد استرازنیکا که ده هند بنامه کووی شیلد یاد میشه و دیگه وکسین هندی دیگه بنامه کوواکسن و وکسین سپوتنک وی یا وکسین روسی تمام از این وکسین ها مؤثریت بیشتر از 80 و بیشتر از 90 فیصد داره یعنی وکسین های بسیار مؤثر است باید بگویم که به صورت عمومی سیر مرض کرونا پیش از اشخاص که مزمن قلبی امراض مزمن شش مرض شکر و یا سیستم معافیتی ضعیف دارن و در دا زنای عامله میتونه سیر بسیار شدید و خراب داشته باشه و مطالعات نشان میده که زنان عامله مبتلا به کرونا به خاطر شدت مرض بهشان بیشتر در شفاخانه بستر میشن بیشتر در اتاق مراقبت جدی یا intensive care unit یا ICU بستر میشن و ضرورت به استفاده از ماشین تنفس مصنوعی یا مکانیکال ونتیلیتر پیدا میکنه و احتمال زیاد تولد قبل از وقت طفل پیشون میره و احتمال مرگ و میر پیشون زیاد است و این قسم سیر مرض پیش خانمایی که فشار بلند خون دارن اسما یا نفس تنگی دارن و یا دیابت یا شکر حاملگی و دیگه امراض مزمن دارن سیر از این مرض شدیدتر است پیشون به صورت عمومی ویروس های تنفسی زنان و حامله را به تحدید جدی مواجه می سازد به دلیل که قسما تغییرات فیزیولوژیکی که در زمان حاملگی در سیستم تنفسی قلبی و سیستم معافیتی واقع می خود حاملگی یک حالت امینو کامپرومایز است به این معنا که سیستم معافیتی خانمای های حامله ضعیف است از طرف دیگر بزرگ شدن رحم بالای جا یا پرده که بین قفس سینه و شکم واقع است فشار میره و به نتیجه ظرفیت ششا کم می سازه. و از طرف هم اکسیژن موجود بین مادر و جنین تقسیم میشه کانتون تنفسی وضعیت بر هر دو خرابتر می سازه. قرار اظهارات اخیر دایرکتر سی دی سی روشل والنسکی به تاریخ 28 اپریل 2021 مرض کرونا پیش خانمای عامله در مقایسه با زنان غیر عامله میتونه سیر شدیدتر داشته باشه برای جلوگیری از سیر بسیار شدید کرونا گرفتن وکسین کرونا توصیه میشه و دلایل توصیه را میگن خطر قرار گرفتن در معرض کووید 19 شدید پیش از این خطر سیر شدید مرض در ای خانوما و مفادای شناخته شده وکسینیشن پیش از این و شواهد محدود اما فضاینده در مورد مسئولیت وکسین در زمان عملگی در مجموع مطالعات موجود نه تنها اشاره به مسئول و به خطر بودن وکسین نزد خانمای عامله و مادران شیردی داره بلکه مادر و طفل مقابل مرس محافظه می خب اعراض جانبی وکسین کووید پیش زنای حامله متفاوت از زنای غیر عامله نیست و اکثرا درد موزی در ناحیه زرد و یا تب که در صورت ضرورتی خانم ها میتونن تایلنول یا پاراسیتامول بگیرن بنابراین گرفتن وکسین کرونا پیش خانمای عامله و مادران شیرده توصیه میشه گرفتن وکسین کووید پیش خانمایی که ممکن حمل داشته باشن یا کوشش میکنن که حمل بگیرن و یا پلان دارن که در دا آینده حمل بگیرن مسئول است خطر نگرفتن واکسین کرونا با مقایسه عوارض احتمالی از او با مرات بیشتر است بنابراین از نظر تیبی توصیه میشه که هر شخص که به هر نوع واکسین کرونا دسترسی داره باید واکسن ضد کرونا را بگیره مخصوصا زنای عامله و مادران شیرده که نه تنها مادر بلکه طفل نیز محافظه میکنه خانم های و, و مادران شیرده لطفا به خاطر صحت خود و اطفالتان واکسن کرونا را بگیرید قرار مقوله معروف طبی یک مسقال وقایه بهتر است از یک خروار تداوی تشکر